جریان برای بینندگان ما تعریف کنید. حتما با کمال میل. ما از وزارت خارجه تماسی گرفتن به استیت دپارتمان که ما میخواییم امریکا، بله، که با شما گفتگوی داشته باشیم. گفتیم ما یه جریان فرهنگی هستیم، ما به وزارت خارجه کاری نداریم و نیاز به صحبت نداریم. گفتن نه، ما میخواییم که مقداری ببینیم شما دارین چی کار میکنین، چه خبره. و من گفتم ما چون کار سیاسی نمی کنیم اصلا ضرورتی نداره بشیم با وزارت خارجه صحبت بکنیم. به هر حال نمایندهشون اومد و گفت که یه جایی با هم بشینیم یه قهوه‌ای بخوریم. و من دو تا دیگه از دوستان رو گفتم، اومدن سه نفره رفتیم و این آقا اومدن که مشخصاتشون هم مشخص بود، قبل برای ما ایمیل زده بودن، چک کرده بودیم که آره بله بله از وزارت خارجه، بله. و ایشون صحبتی که کرد خیلی چشم ما رو باز کرد. گفت که پس از جنبش سبز کسایی که از ایران زدن بیرون اومدن که از بیشتر تو دار دسته میرحسین موسوی و هوادارهای خاتمی و کسا بودن که نمیدونم دفتر تحکیم وحدت و نمیدونم این دار دسته این تیپی تیپ مثلا اکبر گنجی و اونایی که تو اون مایه بودن، گفت اینا اومدن و برحال هر کدوم یه بودجایی و ما از وزارت خارجه به اینا اختصاص دادیم. و به من چند تا وبسایت گفت نگاه کن، من رو تلفن زدم نگاه کردم، دیدم همش مثلا گسترش دموکراسی و نمیدونم چیزای نقض حقوق بشر در ایران انجام شد و وبسایت های بی خطر بی خاصیت همه هم انگار از رو هم کپی کرده بودن. گفت اینا واسه این وبسایت دارن سال 300 تا 400 تا از ما میگیرن، یه زن و شوهر اونجا نشستن هیچ کاری هم ندارن بکنن. 300 400 هزار تا دلار، بله. اون یکی 300 هزار تا مثلا قدیم که برای یه روزنامه 2 میلیون فرانک دادن که میان. گفت و بعد میگفت از اینا زیادن، اینا همه اصلاح طلبای هستن که بیرون اومدن. گفتم خب شما پول اضافه دارین دور میریزین، اونا هم میگیرن دیگه، این مثلا ما چه کاری. بعد گفتن که خب خوبه که شما بیاین ببینیم که شما که تشکیلاتی هستید، آدماتون بیشترن و به هر حال دارین زحمت میکشین، ما چه کاری میتونیم کنیم، چه کمکی بکنیم. گفتم هیچ، ما اصلا بودجه آنچنانی نمیخوایم، چون کار فرهنگی بودجه هر چقدر باشه میشه کار جلو برد، چون شما داری یه اندیشه رو میپراکنی، شما که نمیخوای بری گردان درست کنی، لشکر درست کنی، از این خبرا نیست. و ایشون اصرار و از ما انکار. و بعد خیلی جالب بود، گفتم شما اصلا چرا به اینا داری این پولا رو میدید؟ خب این پول مالیات دهنده های امریکاست، شما یه بودجه داری و چرا به اینا داری میدید؟ اصلا چرا بودجه پخش میکنی یا قرار نیست کاری بکنن؟ گفتم به اینا بودجه داریم میدیم که حالا سیاست های اوباما بود اون موقع که از دولت روحانی پشتیبانی کنن. ترامپ رئیس جمهور بود، ترامپ رئیس جمهور شده بود، ولی تشکیلات و برنامه همون زمان اوباما بود، تازه ترامپ اومده بود دیگه، الان هم که همون موقعیت دموکرات هم اصلا وزارت خارجه همیشه دست دموکرات ها بود، ولی اینا دیگه خیلی آتیششون تو بود. گفتم ما از دولت روحانی در برابر افراطی ها میخوام پشتیبانی کنیم، دولت روحانی، آره، برای همین به اصلاح طلب و پول میدیم. گفتم از نظر ما این مجموعه فرهنگی روحانی و ظریف، اسم ظریف رو ما بود. بله بله، روحانی و ظریف. گفتم از نظر ما این مجموعه اصلاح طلبش غیر اصلاح طلبش اینا همشون ضد ایرانی هستند، اینا همش به کشور ما آسیب زدن و تحت هیچ عنوان ما نبایی خط فکری موافقیم، نه میخوایم کار کنیم. و حتی یکی دوتا رقم هم همینجوری تو صحبتاش گفت که مثلا ما رو تحریک کنه. گفتم بذار من یه به شما بگم. چی بود رقم ها؟ بگین خب. مثلا صحبت کنیم، صحبت مثلا 1.5 میلیون برای سال اول. چه صحبت هایم کرد. گفتم بذار من یه به شما بگم. گفتم با یه هیئت امنایی داریم. من هستم. آقای دکتر اردشیر انوشیروانی است. آقای دکتر شیرزاد ابراهیمیانه. بهمن مالیزاده است. شهروز عشه. رامین فرهنگیه. آیا آریا صالحی است، همسر خودم آرتمیس است، این هیئت امنا. من پروانه میخوام همینجا درود بفرستم به این مهربان یارانی که همراه با شما هستن، چون همه یکی از یکی فرهیخته دارن و من خودم به اینها ارادت دارم. سپاسگزارم، خیلی ممنون. بله خواهش. بعد گفتم یه شورای هماهنگی داریم که دوستان هستن، آرش کمانچه است، مرداد قنبری است، آروین آدریان هست، یه مجموعه هستن کارهای رسانه‌ای میکنن، یه مجموعه هستن که کارهای کلیپ سازی رو انجام میدن. گفتم ببینید همه بچه ها، حالا بزرگان و بچه های مقدار جوانتر یه مقدار بزرگتر، گفتم چه اینا چه ادوایزرامون رایزنامون، گفتم همه دستشون به دهنشون میرسه. گفتم ما از جیبمون هزینه داریم میکنیم برای کارمون، ما اینجا سفره‌ای نیست که بخوام بعد بذاریم جیبمون. گفتم که من محکوم نمی کنم هر کیو که پول گرفته، شاید شما رفتین سراغ کسایی که نیازمندن، آدمی نیازمند حسابش جداست.
دست کم ما چون به اندازه خودمون دستمون به دهنمون میرسه هیچ وقت نمیام استقلال خودمون رو در اختیار مثلا یه جایی آفرین مثلا عزت خارجه امریکا قرار در امریکا باشید و همه تونم امریکایی سیتیزن این شجاعت شما آقای دکتر شاهین شجاعت ایران آریاییست، خراسانیست، سیستانیست، کردیست، آتورپاتیست و واقعا درود داره. من بخاطر همین که دارم خواست این شهادت در تاریخ مبارزات ملت ایران بمونه، واقعا درود بر شما. عرض میکنم $50 اینا رد نمیکنن. بله متاسفانه. آقای دکتر بیاد روی خط تلویزیون 5 دقیقه صحبت کنه، مایی با این دلش خوشه برای دشمن کار بکنه، وطن رو بده، همه چیزشو بده. و شما تا این حد من واقعا بسیار بسیار افتخار کردم که دیدم هنوز میتونیم حساب کنیم روی مهربان یارانی که تاریخ کهن رو و دلاورها و به قول زرتشت که اومد تو خواب من گفت شیران شهرهای ایران اهورایی رو برای ما تداعی میکنه در ذهنمون. پوزش میخوام که قطع کردم، دلم میخواست اینو بگم بهت. حتما. و اتفاق مهمی که اینجور مواقع میفته دکتر اینا، خب ایشونو با تقریبا با حالت خیلی سرد و قهرآمیز ازش جدا شدیم. مسئول عالی رتبه وزارت امور خارجه امریکا. بعد ایشون بدون شک ریشه آمریکایی 100% هم نداشته. نخیر ایشون ریشه خاورمیانه‌ای داشت و مسلمان هم بود. و دولت اوباما خیلی به اینا پروبال داد. یعنی اینا اگر که یک صاحب منصب میان رتبه بودن اینا رو برد بسیار رده بالا، مثلا زیر معاون وزیر قرار داد. برای اینکه موقعی که اوباما اومد تو دولت امریکا شروع کردن در ارتش و در وزارت خارجه به ویژه این مقامات عالیه رو دادن به قول خودشون به ماینوریتی، به اقلیت ها، به مسلمان ها دادن، به سیاه‌پوستا دادن، به LGBT دادن، به صدا به مصری ها، نه LGBT، به چیزا، به همجنسگرایان. یه موقع از شما پست به یکی میده واسه شایستگیشه، خیلی هم خوبه، سفید، سیاه، سرخ، هر چیز، آقا شایسته است باش بده. یه موقع از شما سهمیه میذاری، میگه من میخوام 3 تا معاون فلانجا غیر مثلا سفید یا غیر مسیحی باشن. خب این سهمیه گذاشتن خودش تبعیضه. انسان ها باید بر اساس تخصصشون و تجربهشون و شایستگیشون یا پست بگیرن یا نگیرن دیگه. من و شما نباید بگیم که مثلا فرض کنید من میخوام 2 تا از اونا بذارم، 3 تا از اون بذارم، این که دیگه کار درست نیست. در حال این جریان رو ما رد کردیم و رفتند و بعدن تحریم ها رو خواهی دکتر میان کلام دو شکر میدین یعنی چی تحریم؟ تحریم حالا مثلا میگن فلان کس تحریم شد، فلان کشور تحریم شد، تحریم میدونی که یعنی آنچه که به اون وابسته است و بالا بکشن دیگه. حالا یعنی ما هر تحریم میلیاردها دلار آمریکا برمیداره میشه مال خودش. فلان دوز در ایران میشه تحریم، درست. فلان تیمسار سرلشکر سردار میشه تحریم، میلیاردها دلار در خارج از کشور جوسا میشه، همون پولا رو میدن. و پولایی که اینا پخش میکنن آقای دکتر، پست میدن ایرانیا رو، پست میدن تو کاخ سفید، تو وزارت خارجه، بعد پست میدن. اون توجیه رسانه ایشون اینه که ما اقلیت رو بهش قدرت میدیم، درست. ولی اصل قضیه همینه که روحانی رو میکنن رئیس جمهور، میلیاردها دلار بالا میکشن، بعد میان هواپیما رو پر میکنن به خودش میدن، ولی اون هواپیما همش نمیره ایران، درست. نصفشو باز همین رو میگیرن که هواپیما بفروشن، چه بفروشن، بعد میگن تحریم بالا میکشن. بقیه هم بعد حالا خود پردر روحانی پرونده داره که میلیاردها دلار رو دزدی کرده. یعنی اون پولی هم که اینها میدن آقای دکتر، و پول مال همین تحریم هاست. اگر عربستان سعودی نداده باشه همین میلیارد دلار پورایی که از خود ایرانی گرفتن. من اینجا یک پیشنهاد کردم وقتی که آقای ترامپ رئیس جمهور شده بود، چون یک بارم نازنین آقای نصر اصفهانی اومدن نامه‌ای که من به ترامپ نوشته بودم رو ایشون گفتن که اینجور شده و من یکی نوشتم، اون حسن عباسی یکی نوشته، اون سفیر اینها موسویان یکی نوشته، اینو مطرح کردن که محرمانه بود. آها. که من از من مشورت شده بود و مشورت همین بود که این نظام بایستی بره. این نظام بایستی هر که دلش به حال ایران میسوزه و دلش به حال این میسوزه که نجات پرستی در جهان نباشه، ضدیت با یک تبار خاصی نباشه، یا باید نظام رو ساقط کنه. هر گونه این نظام رو شما
آرایش کنی در نهایت نظام نظام تبهکار و قاتلی است. خودشون در خارج هستند، در غرب هستند. برای همینه که جمهوری اسلامی چون خودش همینجوری به دنیا آمده، یعنی جمهوری اسلامی تمام این آخوندهی که شما میبینید حوزه‌های علمیه رو میگفتن انگلیسیه، بودجه عربستان سعودی میداده و میده. یعنی آیت الله سازی در ایران پدر و مادر من و شما نرفته وجوهات پرداخت بکنه. درسته. اگرم 4 نفر رفتن وجوهات پرداخت کردن اونقدر نبوده. اینها بودجه است که از پول حج در داخل خودمون کشور چون میلیاردها دارن پول حج دارن. در زمانش پادشاه میشد، در همینی که من دیدم آقای ثابتی عزیزم که درود دارم بهش، میگفت یهو حسین یاشا ساختش چند میلیون من نفهمید پولش از کجا اومد. یعنی ببینید ساواک تا این حد نتونست بود. الان هم که من دارم با شما صحبت میکنم سال 2022 هستیم، در خرداد ما سال 7760 هستیم، هنوز که هنوز در داخل و خارج از کشور آدرس عوضی رو همه میرن، فکر میکنن اسرائیل اپوزیسیون رو تقویت مالی میکنه، فکر میکنن جامعه یهودیان تقویت مالی میکنه. اسرائیل به کسی یه سنت هم نمیگیره، نمیده. ولی اینجا من میخوام چون ما هدفمون روشنگری ملت ایران هست، این سیستم که من بارها پخش کردم که این نکته رو که سندی است که منتشر شده، سفیر انگلیس در عربستان سعودی زمان محمد رضا شاه میگه شاه رو نمیتونیم مهار کنیم، سرکش ایران رو دوست داری خیلی، ولی عربستان سعودی میشه تو دست ما باشه، ما باید قدرت منطقه رو از شاه بگیریم بدیم به این. و تا الان هم همون شیوه رو رفتن و از پولاش هم استفاده کردن. میگه ما با اینا میتونیم بهتر بونیم تو منطقه، با عربستان سعودی با اینا نمیتونیم، اینا خودخواهن چمینه. گفتم بهم انگلیسی ها تلاش های شاه برای تبدیل ایران به قدرت برتر خاورمیانه رو تهدیدی برای منافعشون در کشورهای خلیج فارس میدونستند و بر حضور قدرتمند عربستان سعودی به منظور ایجاد توازن قدرت در برابر ایران اصرار داشتند. بدبینی بریتانیا به شاه ایران رو میشه در گزارشی که سفیر این کشور در عربستان در سال 1968 و همزمان با دیدار شاه و ملک فیصل تهیه کرده به خوبی دید. این گزارش پادشاه عربستان رو یک محافظه‌کار واقعی و رهبری محتاط معرفی میکنه، اما در مقابل شاه رو به تمسخر فرزند یک نظامی بیسواد میدونه که برای کشورش اهدافی بلند پروازانه داره. این ارزیابی انگلیسی ها از شخصیت شاه دولت آمریکا رو تا پیش از نیکسون با سیاست توازن قدرت بریتانیا در منطقه همراه کرده بود. اما ریچارد نیکسون که برخلاف انگلیسی ها اعتقاد داشت عربستان سعودی قادر به ایفای نقش رهبری در منطقه نیست، با برداشتن همه محدودیت ها برای فروش سلاح به ایران، این امکان رو به شاه داد تا نقش رهبری منطقه خلیج فارس رو به دست بیاره. در سایه دکترین نیکسون، ایران از یکی از کشورهای تحت حمایت آمریکا به یکی از متحدین این کشور تبدیل شد. هیچ کس نمیدونه. من این بویژه میخوام برای داخل کشور بگم، اون رهبرانی که اگر نمیدونن الان که ما میگیم آگاه میشن. اگر خودشون مزدورن، که اکثرشون تو ایران مزدورن های دکتر، اینا مزدورن و آدرس عوضی میدن، همش ما علیه اسرائیل میخوان تو دنیا و علیه یهودیت یهود ستیزی را بنزن. میخوام بگم که اینها بودجش از اونجا 100% تأمین میشه و میشه از زمان شاه تا به امروز از عربستان، از طریق عربستان سعودی با بودجه بالا. ولی اینجاست لب قضیه، اینجاست که شعور وقتی نباشه که روحانیت نداره و اگر هم داره ذکاوت داره پنهان میکنه اونایی که چارتش میدن. عربستان سعودی که خودش نمیاد پول بده که، این ایجنت هایی استخدام میکنه، مامور های استخدام میکنه، تشکیلاتی رو میسازه در دنیا، سعی میکنه از هویت غیر مسلمان باشه. چون از هویت غیر مسلمانه شکی بر نمیانگیزه. مثلا من برای که دیگه چه هم بشه بخوام، مثلا تو این پاریس ما، من چون این دوستم بود روانش شاد از جهان رفت، این رو میگم براش بزرگ داشتم گرفتم، عزیز منم بود اینا، خودش به من گفت اینا، حالا جریانات دیگر نمیخوام صحبت کنم. یه روزنامه کوچیک اینجا در میومد به نام روزگار نو،
آقای اسماعیل پولواری اینو منتشر میکرد. برام خیلی بهشون ردت داشتم و اینا، ولی اینجا ببینید ایشون در سال چند میلیون اون موقع فرانک بود بودجه داشت. برای همین اکثر این نویسندگای خوب و درجه یک زورام جمع می‌شدم جای چوکاب با ایشون تو ونسل می‌خوردن، مقاله می‌دادن، ماهی یه بار یک کتاب در می‌اومد، مثل اون کتاب کمتر از اون ماهی ببینم اون کتاب نشون بدیم نشون بدیم آقا ماهی یکی نه اسمش بود روزگار نصف اینم بود از صفاتش. بعد توی این 20 نفر از شخصیت‌های درجه یک قلم می‌زدن، اون شخصیت‌های درجه یک نه یک قرون می‌گرفتن نه یک قرون می‌دادن. هرگز هم از آقای پولواری نمیپرسید آقا پول تو رو کی میده. بعد هم برای خودشون فکر میکردم خب نشه که منم در میآوردم، خب کار میکردم پولشو در میآوردم، یه شما رو داری میکنید میگفتیم خب کارم نمیکرد آقای پولواری. تا اینکه یه باری که از عزیزان من که از ایران و از لس آنجلس اومده بود، وقتی میومد با هم جلسه میذاشتیم، یک هنرمند نازنی نیست میبوسمش هستم اینجا، یه هنرمند ما جلسه میذاشتیم با آقای پولواری میشستیم اینا، بعد یک شب من ازش پرسیدم با هم بودیم دیگه چند نفر نشسته بودیم، گفتم آقای پولواری شما خودم از کجا پول میاری اینو میدی؟ گفت این رو الان نمیدونم زنده است مرده است، روانش شاد آدم خیاری بود، گفت اینه برادر زن من میده، حالا زنش هم بغلش نشسته بود. این برادر زن ایشون از جیبش نمیداد سال چند میلیون فرانکو، چون نداشتم که بده. بودجه عربستان سعودی بود، همونطور که آقای جعفر روایت کردن در دنیا نیست، ایشون هم باز یه بودجه داشت که گروهی داشت زیر پوشی خودش، هر کسی جور. یعنی برای همینی که پول نابودی و تباهی ایران آریایی رو از اونجا، پول اونجا، فکر اونجا دادن. ما اینی که میگیم آقای دکتر، نه مخالف هیچ تبار و آیین و دینی هم نیستیم. ما میگیم پیه فقط علیه ما فعالیت نکنید، وگرنه اعراب رو ما خیلی دوست داریم، من خودم عربی صحبت میکنم، بهترین دوستان من عرب ها هستن و رهبران یک کشور و سرویس های اطلاعاتیشون قاطبی و مردم نیستن. ما دشمن ما بعد ببیشه یهودی ها، یهودی ها هم میهنان ما هستن، تبار یهودی از ایران دریای مازندران و 33 خبر داشتین؟ 33 قبر پیامبران یهود در ایرانه. بنگر به راه پویاند بر این دراهی دوست آوال اصحاب بر ما نظر کن بارهیم زین گمراهی دوست آوال اصحاب دستم بگیر و رهایم کن به راهی دوست آوال اصحاب یالا بکن یا مدربه یا همراهی نگو سلام بگو درود نگو شعر بگو سرود نگو شکر بگو سپاس ولی مقصد همه خداست. اینجا ایرانه یه گربه یه 7000 ساله که زنده است و وقتی که نفت خام دار اینجا چار فصل ولی تو دل مردمش فقط برف زمستون و سرمایه دار اینجا آینه ها تو رو به تو نشون نمیدن ببین گربه منو به کجا کشونده می و حسین و علی شدن نماد ایثار عدل علی جدیه و سربریدن و چوبه دار ثواب یعنی مرد پرستی و ساختن امامزاده ها تکذیب و توهین به تاریخ 7000 ساله ما قادسیه دوم انقلاب 57 خمینی قتل عام مخالفین و خون برای نهضت حسینی دزدان ناموس شدن به حکم دین طلایه دار لعنت به دین رهبر و بنیان این استثمار می نویسم از غروبم از سقوط 7000 سال
آتش شهریگری را از کهن ما برای دیگران بگذاشتیم.